از چیغهای ضد تقلب تا خیانت برای مردم و حال سکوت بی‌معنا و مهر زدن به لبهایتان، از کمیسیون مستقل انتخابات گرفته تا ارگ و ریاست اجرایه، همه میان خود خوب جور هستند و تنها حرف میزنند که گویا یک تیم انتخاباتی در زمانش خیانت کرد و دیگر در برابر خیانت استاده شد. در توافقنامه حکومت وحدت ملی اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات در زمان معین آن همه دروغ بیش نبود. امروز تقویم انتخابات سال آینده توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردید، اما ریاست اجرایه گفت اعلان هر گونه تقویم از سوی کمیسیون مستقل انتخابات فاقد اعتبار است. آقای عبدالله، چیغهای شما و حامیانتان را همه بیاد دارند که گویا تقلب شده. مردم خوب بیاد دارند که گفتید معامله نمی کنید، اما معامله کردید و حکومت را دوسره ساختید. گفته بودید که در 28 اسد شناسنامه های برقی توزیع می شود. کجا شد؟ نقش شما در حکومت وحدت ملی چه است؟ و باید برای مردم نقش خود را ثابت کنید. آیا هنوز جرأت این را دارید که برای مردم بگویید که رئیس جمهور بر اساس توافق سیاسی بوده است، نه بر اساس آرای مردم؟ در انتخابات سال 2009 به گفته خودتان جام زهر را نوشیدید و در انتخابات 2014 باز هم به گفته خودتان کار بی سابقه انجام دادید و خلاف قانون اساسی هم شما و هم رئیس جمهور عمل کردید. افزون بر آن، شما که اصلاحات انتخاباتی میخواستید، کجا است اصلاحات انتخاباتی؟ شما که جلسه شورای وزیران را برگزار میکنید، نتیجهش چه است؟ لطفاً به عقربه ساعت 6000 دلاری خود نگاه کنید که زمان را چگونه از دست میدهید و در آینه سیاست افغانستان جایگاه خود را پیدا کنید. هنوز هم مردم نمیدانند که پست شما یعنی ریاست اجرایه اجرایی است یا مشورتی. هنوز حرفهای شما مانند چند سال پیش اپوزیسیونی است. هر کی درد خود را به شما میگوید، شما به کی شکوه میکنید؟ مردم هم میگویند که آقای عبدالله، یا وعده های خودتان را عملی کنید و یا در ریاست اجرایه را قفل کنید و مانند انگشت ششم در این نظام نباشید. به هر حال از حامیان انتخاباتی خود خوب استفاده کردید و شاید برای آخرین بار، آقای عبدالله، برای مردم پاسخ بدهید که با این کمیسیون چه کار میکنید. برای مردم بگویید که چرا با رأی پاک مردم که به قیمت قط انگشتانشان تمام شد، چرا معامله شد؟ اطرافیان شما هم باید بدانند که به حد چیغ زده بودن برای گرفتن قدرت، به عمو حد حالا صدای خود را در گلو خفه کرده اند. حرف دیگر هم متوجه شماست آقای رئیس جمهور. آیا اصلاحات شما با اصلاحات دکتر عبدالله فرق دارد؟ این چگونه روش حکومتداری است که در یک کمیسیون اصلاحات آورده نمیتوانید؟ از آمادگی های جامعه جهانی برای انتخابات آینده هم خبر نیست. حرف دیگر، برگزاری لوی جرگه چه خواهد شد؟ این جرگه را هم پشت شناسنامه های برقی روان میکنید یا در او هم مردم انتظار اصلاحات را داشته باشند؟ اصلاحات که خیال است و محال است و جنون. سلام و وقت بخیر، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات امروز تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را اعلام کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر رسانه ها گفت که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی به تاریخ 24 میزان سال 1395 خورشیدی برگزار می گردد. در برنامه امشب بازنگاه به بررسی همین موضوع می پردازیم و مهمانان هم در این برنامه آقای محمد ناطقی کارشناس مسائل سیاسی، آقای عبدالمنان شیوای شرق روزنامه‌نگار و همچنان آقای انجینیر متی‌الله ابراهیم زی مشاور کمیسیون مستقل انتخابات با ما هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. آقای ناطقی، آنچه که امروز کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که میزان سال آینده برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان خواهد بود، در حالی که حکومت افغانستان ادعا دارد که اصلاحات باید در کمیسیون ها به وجود بیاید. سلام خدمت بینندگان عزیز. البته آقای نورستانی یا کمیسیون مستقل انتخابات سم شکایات بر مبنای یک ذهنیت یا بر مبنای یک فرضیه که از قبل برای خود دارن این مسائل را مطرح میکنه و روش خیلی جدی هم هست. اون مسئله یه که میگم ما در
در یک دوره تعیین شدیم و برای مدتی هستیم و اینا و مسئله ما قانونی هست، در حالی که مسائل بسیار بنیادی و اساسی در این بعد از این انتخابات یا همزمان با انتخابات پیش آمد و تقریبا ما با یک بحران رسیده بودیم و ریشه این بحران و این تنش و گرفتاری بسیار شدید سیاسی همین مسئله انتخابات بود. انتخابات ما در تاریخ به لحاظ درازا کشیدنش بی‌نظیر بود. در تاریخ ما نداریم که 6 ماه نتایج انتخابات اعلام نشود، اصلا نیست در تاریخ دموکراسی بشری، مثلا نیست که شما انتخابات شما بعد از 5-6 ماه اعلام شود اینا. و تحلیلم بر اینه که مسئول، چون مدیری و مدیریت این انتخابات دست کمیسیون ها بود و مسئول اینا هستن و اینا مدیریتشان یا اشکالات بسیار جدی که وارد بود اینا. خب دو سه تا مسئله اساسی در اینجا پیش آمده. یکی نگاه مردم است. مردم نسبت به مدیریت کمیسیون ها و نسبت به برگزاری انتخابات و نسبت به ادامه انتخابات توسط مدیران و کمیشنرهای فعلی مردم بی باور، یک واقعیت است. یعنی مردم عقیده نداره. ناطقی، من روزهای گذشته با آقای نورستانی مصاحبه داشتم و گفت که اگر مردم بالای ما به اعتماد هستند، پس چرا نمایندای مردم در مجلس نمایندگان بالای ما اعتماد دارند؟ حالا ما میخوایم ببینیم مسئله را عرض بکنیم که مردم، عامه مردم بالاخره هم نسبت به جریان انتخابات در واقع اعتماد ندارن و شاید نسبت به اون وکلای هم مردم الان شک داشت، چون یک عمل رو مردم میبینه، اول که مردم عمل یک نفر رو میبینه بعد از عمل در موردش میسنجه. شما دیدگاه مردم رو نسبت به پارلمان فعلی و نسبت به روزهای اول بسیار متفاوت میبینید. در اول مردم الان قضاوتهاش فرق میکنه، چون یک مرحله گذار، یک مرحله از عمل رو اینا دیدن. کمیسیون هم در ارتباط با عملکرد بسیار ضعیف و مشکلات بسیار زیاد رو که ایجاد کردن، بحران ایجاد کردن. مردم ناامید شدن، مردم اعتماد ندارن به این مسئله. مسئله دومی که پیش آمد که ما ایر به این خاطر میگم که اصلا مسائل بسیار جدیدی پیش آمده و در این چارچوب ما داریم، یعنی با این تراق داریم حرکت میکنیم. حکومت وحدت ملی اعلام شد، یعنی در اثر همون انتخابات که ما به اونجا رسیدیم بحران پیش آمد. برای حل بحران حکومت وحدت ملی پیشنهاد شد و این مسئله اعلام شد. اون یک توافق نامه داره و بعدش هم مسائل بسیار زیادی در اون توافق نامه آمده. بنابراین حکومت وحدت ملی بر مبنای یک سند ایجاد شده و این توافق شده که هر دو تیم در حکومت هست. در همین موافقت نامه حکومت وحدت ملی یکی از کمیسیون هایی که ایجاد شده کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است. و دقیقا باور شما این است که انتخابات 93 برنده نداشت دیگه و رئیس جمهور توافق شد؟ بله. اینال دو مسئله پیش آمده، یکی بحران در انتخابات و یکی ضعف مدیریت، بی‌اعتمادی و بی‌باوری مردم و مسئله ایجاد یک حکومت وحدت ملی و مسئله یک سند، یک موافقت نامه. تشکر. و تمام این مسائل آمده. وقتی که شما در یک موافقت نامه اونجا نوشته میکنید و تاکید میکنید که انتخابات بعدی باید بر مبنای یک اصلاحات باشه و کمیسیون هم در رابطه ایجاد شده، کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی، و او آمد اون کارا را کردن بر مبنای بر مبنای ساختار فعلی و بر مبنای توافقات حکومت وحدت ملی و اصلا حکومت وحدت ملی، این مسائل باید ما در این جهت باید حرکت بکنیم. لذا اینه که ما شخصا معتقد هستیم که حکومت وحدت ملی بر مبنای یک سند ایجاد شده و مفردات این سند و محتوای این سند باید تطبیق و اجرا شود. در غیر این صورت با مشکل ما مواجه میشیم. تشکر. آقای ابراهیم زیب، بحران انتخابات، ضعف مدیریت و عدم اعتماد مردم بالای کمیسیون مستقل انتخابات را میپذیرین و حالا دیگه مردم اعتماد ندارن بالای این کمیسیون. آنچه که آقای ناطقی در حرفهایشان اشاره داشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما، مهمانان شما، از طریق شما و تمام بینندگان محترم شما. اجازه بدین که من در سخنهای جناب ناطقی سب احترامم دارم و
دیدگاه خودشان است. حالا وقتی که ما از مردم صحبت میکنیم، به نمایندگی از مردم صحبت میکنیم، ما قرار است از به نمایندگی از مردم شورای ملی داریم که همون مجلسین است که اعضای ولسی جرگه است و اعضای ولسی جرگه و اعضای مشران جرگه است. یعنی من حیث یک فرد افغان دیدگاه شخصی خود دارم، اما به هیچ وجه نمیتونم نمایندگی از مردم بکنم. نماینده مردم تعریفش در قانون اساسی افغانستان ذکر شده. یک مسئله ای که جناب ناطقی صاحب گفتن که گویا حکومت وحدت ملی ایجاد شد و به اساس یک توافقنامه به وجود آمد، من خدمت جنابشان عرض کنم که در این توافقنامه دو بزرگواری، یکیشان رئیس اجرایی است و یکیشان هم رئیس جمهور است، برآمده از انتخابات است که دور اول داشته. و یک چیزم خدمت دوستا عرض کنم که به ندرت ما پیدا میکنیم که انتخابات در دنیا به دور دو بره. در افغانستان هم بار اول بود تجربه شد، انتخابات رفت به دور دو، دور اول برای تمام جناها قابل قبول بود و دور دوم در این جای شک نیست که مشکلات خود دار انتخابات. ما در شرایط افغانستان زندگی میکنیم، امنیت نیست و چیزی که بسیار مهم است مسئولیت سیاسی است که او یکی از وظایف حکومت است که برای انتخابات و برای کمیسیون انتخابات مسئولیت سیاسی را ایجاد بکنه. بحران انتخابات و اینکه کار انتخابات اجازه بدید 6 ماه 7 ماه بعد اجازه بدید. از نظر تکنیکی شما شاهد هستین که تفتیش 100% صورت گرفت، اما 10% هم در نتیجه در کل آرا تغییر به وجود نیامد. با چی مانا؟ ما برای با کارمندای کم سواد در مناطق دوردست و در ایدهندی بی سواد انتخابات برگزار کرده بودیم. تفتیش ما توسط ناظرین بین المللی و پروفشنال های بین المللی شد. خود از یک دستاورد است. مسئله دوم، آقای ناطقی اشاره کردن که بحران انتخاباتی برمیگرده بر سیاسیون افغانستان. به چی معنا؟ سیاسیون افغانستان متاسفانه تا به حال را آماده روند 100% دموکراسی نیستن و هرگز بازنده طبق معمول به پیشانی باز نتیجه را نمیپذیرم. من یک حکایت دارم از انتخابات 2009. یکی از 41 نفر کاندید بود، از یک حزب 2 نفر کاندید بود، یک بیچارهش 2000 رای گرفته بود، کاندید ریاست جمهوری بود 2000 رای گرفته بود، اما اونا هم ادعا داشتن که آقای لودین نباشه و نجفی نباشه. یعنی شما خودتان قضاوت بکنین که یک کسی که در ریاست جمهوری 34 ولایت 2000 رای میگیره و او هم داد میزنه که گویا تقلب شده و تا به حال هم داد میزنه که در حق از او ظلم شده، آیا قابل قبول است؟ نه. مسئله دومه که جناب ناطقی صاحب به او اشاره داشتن که گویا توافقنامه سیاسی، بند اول توافقنامه سیاسی رعایت قانون اساسی است. اما شما در مطابقت با قانون اساسی افغانستان اجازه بدید برگزار کردیم. من قبلا هم بر شما میخوام سر این موضوع اشاره داشته باشم. در قانون اساسی افغانستان اداره و نظارت انتخابات از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است، اما مسائل امنیتی بودجهوی که لوجستیک میشه مربوط به حکومت افغانستان است. شما دیدین، اجازه بدین من میخوام میرم موضوع را مکمل تشریح کنم. شما دیدین که از بعضی آدرس ها حتی گفته شد از طریق رسانه ها که اگر کاندید مورد نظرشان برنده نشه گویا در کابل و در شهرها جویای خون جاری خواهد شد. اما به هیچ وجه از حکومت صدای بر نیامد که گویا ما که به کس اجازه نمیدیم. از دو معاون رئیس جمهور شروع میکنم. یک معاون به یک جناب بود، یک معاون به دیگر جناب بود. وزیر دفاع به یک جناب بود، وزیر داخله به دیگر جناب بود. حکومت اصلا در دور دو به دو تقسیم شده بود. کمیسیون مستقل انتخاباتی که نمیتونه، این بارها مکتوب روان کرده. حالا فکر میکنین وزیر دفاع داخله معاونان ریاست جمهوری گذاشته؟ این جایش اجازه بدین من در تقلبی که صورت گرفته از یک تعداد کارمندان محلی که تحت تاثیر زورمندای محلی در اونجا از کارمندان انتخابات گرفته تا ولسوال و تا والی ها را شما دیدین که ما نام گرفتیم در رسانه ها که بعضی والی ها بعضی قمندان ها هم نه در کار ما مداخله میکنن. و مسئله دومه که توافقنامه سیاسی را دوستا زیاد اشاره میکنن. در توافقنامه سیاسی در یک بندش آمده که قسم توافق شده که کاندید اول یا کاندید برنده رئیس جمهور و کاندید دوم یا کاندید بازنده رئیس اجرایی باشه. موضوع حل است. مسئله دیگه ای که اینا بسیار میگن همین مسئله سربریده شدن یک تعداد از هموطنان ما که از مربوط به ولسوالی جاغوری بودن، چند پیش یک طفل
طفل هم در او سر بریده شده بود. شما خود شاید هستین، شاید آقای شرق هم در اون تظاهرات بوده باشه که دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان در حضور رسانه ها برای مردم گفت که حکومت فیلی را که شما مردباد و زندباد میگین نتیجه آرا و نتیجه آرای خود شماست، یعنی به اساس آرای خود شما به وجود اومده. پس اگر سوال به میان نمه که ما روی عملکرد کمیسیون حالا ریاست جمهوری افغانستان یک دیدگاه داره در مورد انتخابات، ریاست اجرایی دیدگاه دیگر داره، کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان را اعلان میکنه. مردم افغانستان برای کی باور بکنه؟ بر ریاست اجرایی که چیغ میزدن، فریاد میزدن که تقلب شده، امروز لبانشان مهر زدن. به ارگ ریاست جمهوری افغانستان که توافقنامه سیاسی اعلان کرد، یا به کمیسیون مستقل انتخابات که از دیدگاه آقای ناطقی انتخابات به بحران بردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدمت هر دو بزرگواری که در بحث هستند و جناب شما بیننده های محترم تلویزیون. اساساً بگذارن به یک مقدمه بسیار کوتاه ما بحث ما آغاز بکنم. آنچه که مهم است این است که حکومت افغانستان نهادها یا در واقع بنیادهای اساسی را نگذاشت که دموکراسی در افغانستان سلامت خود را داشته باشه. من حرفم بسیار صریح است، میخوام بگم که امین رئیس جمهور تقلبگرا بود که زمین اساس یک کمیسیون تقلبگرای به نام انتخابات را فراهم کرد. این قصه به این میمانه که یک دست با پشتوانه بسیار عظیم دستگیر شده، یک ملت هم شاهد این دزدی و این تقلب و این گندی کلان انتخاباتی هست. باز یک آدم یه مدعی از این هست که تمامی کار کرده قانونی و اصولی هست. اساسا کمیسیون نامستقل انتخابات فروسه ملی به نام دموکراسی و آرای مردم را اینا دزدی کردن و مهندسی کردن. موقعی که آقای مرخل رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات، من خودم یکی از کسایی بودم که به یک ستاد انتخاباتی متعلق بودم، آقای عمر خیل در یک ساعتی که انتخابات رو به اختتام بود با دو موتر بسته از صندوق‌های برگه‌ای رایدهی به مسیر سروبی دستگیر کردم و ما ویدیوی این صحنه را داریم. تعدادی از دوستا شاهد این مسئله هستند. ما بودیم که به قماندان امنیه وقت کابل تماس گرفتیم که یکی از چهره‌های ارشد کمیسیون انتخابات دزدی با پشتاره هست و بیاین دستی از این رو بگیرین. آقای ابراهیم زی با احترامی که شخصا به خودشان دارم ولی و بحثایشان در مورد انتخابات ندارم، از والی ها نام بردن، از مداخله مقامات نام بردن، از وزیر دفاع و یا نام بردن. چرا اینها معرفی نکردن آقای عمر خیل به عنوان یک دزد انتخاباته که سلامت دموکراسی و انتخابات در افغانستان مشخص میشد؟ مردم افغانستان اعتماد سیاسیشان نسبت به پروسه های رایگیری و مردم سالاری از دست دادن. دشمنان دموکراسی تنها ملا عمر و کسانی که با تفنگ میزنن یا انگشت میبرن نیستن. دشمنان دموکراسی افغانستان رئیس جمهوری تقلبگرا، کمیسیونی تقلبگرا، از انتخابات 2019 ایشان یاد کردن. آقای لودین رو من دقیق میشناسم. پس از اینکه به نفع آقای کرزی تقلب کرد، رئیس اداره مبارزه با فساد اداره شد و آقای نجفی که اصلا توانایی وزارت یک مدیریت نداشت چون تقلب کرده بود به نفع آقای کرزی، آمد وزیر هوانوردی شد. اینه در واقع اگر امین گونه منوال ادامه پیدا بکنه، آقای نورستانی، آقای ابراهیم زید، تمامی کسانی که از کارکرد انتخاباتشون در گذشته دفاع میکنن، اینا هم موقف و مقام پیدا میکنن چون مردم افغانستان هیچگاه شاهد تطبیق قانون نبودن. من چند نکته رو میخوام مطرح بکنم. جناب ابراهیم زین مطرح کردن که گزارش هیئت تفتیشی بین المللی سلامت انتخابات را تایید کرد. ما در اون زمان ترجمان یکی از کارکنان اتحادیه اروپا بودم. چرا دولت افغانستان گزارش اتحادیه اروپا را پخش نکرد؟ در گزارش اتحادیه اروپا دقیقا مشروعیت انتخابات زیر سوال رفته بود. یعنی انتخابات چنان تقلبی بود. به گونه مثال آمار را که کمیسیون نامستقل انتخابات از مناطق جنوبی افغانستان اعلان میکرد، سه چند برابر به زنانی بود که در اون مناطق به عنوان رای دهنده زندگی میکردند. به گونه مثال تعداد مردان فلان ولایت 200 هزار، زنانی که رای دادند 600 هزار. و بعد در روند اول انتخابات بی ارادگی های دکتر عبدالله، زف و عدم شجاعت دکتر عبدالله که معموز به او کمیسیون و او ستاد انتخاباتی بودم، سبب شد که انتخابات برای اون دوم بره. ما 2 میلیون سند جمع کرده بودیم که انتخابات رفته به طرف تقلب و هیچ گونه مشروعیت نداره و بس ابطال انتخاباتی در رهبرانی ارشد ستاد اصلاحات و همگرایی مطرح بود. نکته دیگری که میخوام مطرح بکنم که حالا چرا وضع پیش آمده، بحران هست و
آقای نورستانی با تمام دزدی ها و تقلب کلانی که در انتخابات کرده با تمام تیمش یک سر و گردن از ریاست اجرایه و حکومت افغانستان بالاست. دلیلش ایست که آقای غنی تقلب کرده، آقای غنی جایگاه و پایگاه مردمیش در همون انتخاباتی که به عنوان نامزد بود مشخص بود. اونا تانست 1.5% آرای کل انتخابات سال 2009 را از آن خود بکنه. چگونه شده؟ چی معجزه ای شده؟ چی برنامه ای ارائه شده؟ چی حمایت مردمی و مردم سالارانه ای شده که آقای غنی یک بار هم آرای کلی افغانستان را میگیره و به عنوان رئیس جمهور از آدرس یک کمیسیون تقلب کار معرفی میشه؟ آقای غنی هیچ گونه برگه تقلب را جدی نگرفت، چون رئیس جمهوری بود که 2 میلیون تقلب شد. مزدوران به نام آقای نورستانی یک مجموعه آدم ها آمدند، پروسه ای که باید سلامت میداشت و مردم سالاری نهادی نمیکرد به نفع آقای غنی مهندسی کرد. حالا که اعلام میکنن که در 24 یا 25 میزان حالا انتخابات پارلمانی برگزار میکنه. دقیقاً باید هم اعلان بکنه، چون میفهمه که پشتوانه عظیم سیاسی و زور هیچ کس بالاش نمیرسه. و از سوی دیگر بر اساس قانون هستن. من در اینجا میخوام بگم از سوی دیگر، من یکی از حامیان ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی بودم، ولی یکی از منتقدین سرسخت این ستاد هستم. حالا دیگر نیاز نیست شخصی به نام دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان باشه. مردم افغانستان یک قفل کلان بخرن، ببرن دروازه این کیکی را که دو نصف کردن بسته بکنن، چون هیچ گونه اراده سیاسی لازم برای پاسداری از قانون دیده نمیشه. به دلیلی که آقای عبدالله امین آقای عبدالله نبود مگر در خیمه لوی جلگه مطرح کرد که قطعه قطعه شوم از آرای پاک شما دفاع میکنم. و دفاع کرده نتونستن؟ دقیقا که نتونستن، همونطور که شما مطرح کردین مهری بر لب زدن و سکوت کردن و این معامله ننگین تاریخ را انجام دادن که امروزه یک کسی که تقلب کرده آرای مردم را دزدی کرده با پشتاره دستگیرش کرده، 2 میلیون سند تقلبش داری، یک حکومت غیر مشروع را آورده بر شانه های مردم تعمیر کرده، کوچکترین موضع جدی نداره هم در این مورد و هم در موارد کلان دیگر. یعنی در واقع اگر سیاست عرصه اقناع و تعامل هست، ما به عنوان کسانی که میلیون ها رأی داشتیم در اراده سیاسی و در اراده قاطع و جدی حکومت داری شامل نیستیم و امین سبب شده که دزدان کمیسیون انتخابات امروز مطرح بکنن که ما قانونمند هستیم. و شما فکر میکنین که ریاست اجرایه هم دانه جوال را میگیره با دزدان دیگه؟ بدون تردید ریاست اجرایه اصلا حضور نداره در بحث حکومت داری افغانستان، سهمی نداره. اینا اشاره کردن به مجلس نمایندگان، مجلس نمایندگان مشروعیت اساسی نداره. خب به اساس فرمان یک رئیس جمهوری تقلبگرا که 2 میلیون تقلب کرده آمده، این هم تکیه میکنن بر یک ستونی که متاسفانه او هم مشروعیت خود نداره مجلس نمایندگان. سپاسگزارم. بحث اساسی اینجا است که حالا کمیته گزینش در زمان رخصتی مجلس نمایندگان افغانستان باید به اساس فرمان تازه رئیس جمهور کار خود را آغاز بکنه، یا این کسانی که حالا در کمیسیون مستقل انتخابات هستن اصلاحات اینا باید بیارن در کمیسیون مستقل انتخابات، آنچه که خودشان میگن؟ بله، ببینید حوزه های بحث خیلی فرق میکنه. ما اشکالی که با آقای نورستانی داریم به اینه که در خارج از یک میدان بازی میکنه. میدانی که ما الان بازی میکنیم و همه سیاست مداران رو قبول کرده، اون حوزه حوزه حکومت وحدت ملی است. یعنی ما در این چارچوب حرکت میکنیم. خیر چشم داریم، گوش داریم که یک حکومت وحدت ملی ایجاد شد و نتیجه همون بحران بود. یعنی واقعا انتخابات ما با یک بحران روبرو شده بود. هر کسی میگه بحران نبوده، عادی و طبیعی بوده، خب بیاره بگید دیگه. یک انتخاباتی که شما موافق نمیشید، مدیریت کمیشنرها و مدیریتش موافق نمیشه که نتایج رو اعلام بکنه، اونم بعد 5-6 ماه اعلام میکنه. ببینید ما در یک حوزه الان قرار داریم و در یک شرایط قرار داریم که بر اساس اصول و بنیادها و اسناد این حکومت داریم کار میکنیم. خارج از این یک کسی بره خارج از این بره بازی در بیاره یا کار بکنه، او مسئله جداست. ما الان در یک حکومت وحدت ملی قرار داریم. حکومت وحدت ملی که حاصل یک توافق سیاسی بود و این سند داره و در این چارچوب ما داریم بحث میکنیم. بنابراین یکی از ماده های صریح حکومت وحدت ملی که آقای نورستانی ممیر اعلام کرد حکومت وحدت ملی را، ماده هفتم توافقنامه حکومت وحدت ملی و این سند همون کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی است. این اما در اصلاحات با همین افراد اشخاص که هستن عرض میکنیم، همینه.
بعد این کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی دو تا در دو عرصه اصلاحات آورده، یکی در مکانیزم ساختار کمیسیون هست که اونا گفتن باید 9 تا 7 تا شبه و بالاخره و یکم همین کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی که بر اساس نمی سند ایجاد شده، اینا آمدن یک چیز دیگر ایجاد کردن، کمیته گزینش را اعلام کرده که کمیته گزینش را به عنوان یک نهادی که بالاخره از شخصیت ها و افراد واجد شرایط افراد را جمع بکنه و اینها تعداد مثلا 15 نفر در شکایات و 21 نفر را اینا گزینش بکنه و بفرسته برای جمهور. اصلاحات یعنی همینه، در مسائل قوانین، در تشکیل وظایف، در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت ها اینا اصلاحات آورده. بله آقای ناطقی، شما فکر میکنین یعنی ما این رو میخوایم بگیم، نه اجازه بدید ما این رو میخوایم بگیم که یعنی کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی بر اساس ماده 7 سند حکومت وحدت ملی ایجاد شده و اینها وظایف و مسئولیت های خود را انجام داده، این اصلاحات خیلی گسترده را هم در مکانیزم ها و هم در قوانین اینا به وجود آورده. بنابراین وقتی که مثلا از این قرار ما میخواییم با این تراک حرکت بکنیم و در این استقامت حرکت بکنیم، این چی معنا داره که یک کسی بگه ما اصلا اینا را قبول نداریم؟ خب تو خودت حکومت وحدت ملی را اعلام کردی، الان چطور میگه ما این را قبول نداریم؟ حکومت وحدت ملی رو که وقتی اعلام کردی و این حکومت وحدت ملی بر مبنای یک سند و اون سند هم بر اساس ماده 50 قانون اساسی تهیه و ترتیب شده، حکومت وحدت ملی رو شما کمیسیون که اعلام کردید در ماده 7ش نوشته کرده ایجاد کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی و این کمیسیون کارهای خره کرده. بنابراین خارج از این گاود بازی کردن یک امر موجه نیست، یعنی غیر قابل، چون در حال حاضر همه رهبران حکومت وحدت ملی، هم رئیس جمهور و هم رئیس اجرایه و هم کسان دیگری که الان هست، اینم حکومت وحدت ملی را اینم یک نظام سیاسی، یک حکومت میدونه. تشکر. و این نمیخواد خراب شوه یا از بین بره. اینم حکومت وحدت ملی موظفه بر این که تمامی اون چیز را که نوشته کردن با عنوان یک سند امضا کرده، هم مردم شاهده، هم خودشان این کار کرده، هم جامعه جهانی مسئله را نظارت کردن و این اسنادش تهیه شده، اینا موظفه برای اجرا و تطبیق از این. حالا ما بیم خارج از این مسئله بیم یک کار دیگر شروع بکنیم، خوبی معنیش اینه که آقای ابراهیم زای شما خارج از میدان بازی میکنین دیگه. اجازه بدین ما اول با سخنای جناب ناطقی صاحب، چون رب داره باز در قدم دوم میم با سخنای جناب شیوا. به احترام به جناب ناطقی صاحب دارم، شما ببینید سخنهای جناب ناطقی صاحب یکی بالای دیگه یکی دیگر را نفی و نقص میکنن. اما بار... میگن به اساس توافق نامی، اجازه بدید، اینا میگن که به اساس توافق نامی حکومت وحدت ملی، حکومت وحدت ملی و استناد میکنن به ماده 50 قانون اساسی. توافق نامی سیاسی هم بند اولش رعایت قانون اساسی است، درست؟ اگر گویا امی توافقنامه سیاسی داخل یک چوکات قانونی و حقوقی شده، بنان به این باید از دیدگاه قانونی و حقوقی ببینیم. اما میگن انتخابات به بحران رفت، اجازه بدید شما اجازه داشتن دیگه نشد که رئیس جمهور. ما قبلا هم خدمت شما عرض کردم ده جای شک نیست که بعض مشکلات انتخابات داشت، اما در 100% مشکلاتی بله. که در انتخابات آقای ناطقی هم این است که شما حکومت وحدت ملی بر اساس توافقنامه سیاسی هیچ گمایی اعلام کردیم. شما اجازه بدید ما از آقای ناطقی سوال میکنم که اگر مبدا و منشای امی دو جناب، دو دکتر یا به اصطلاح عام که حالا بر عین و غین مشهور شدن انتخابات نبود، یا مفشن و مفکر بگویم نبود، این دو نفر چه کاره هستن که میان یک توافقنامه سیاسی را بالای ملت 30 میلیونی افغانستان؟ این دو نفر رای داشتن دیگه، اجازه بدین رای داشتن، درست رای داشتن، بله، یکی بر اساس رای اومدن، بله، اما بر اساس رای شما رئیس جمهور اعلام نکردید. اجازه بدین ما رئیس جمهور بر اساس رای اعلان کردیم. نه خب این دو نفر بودن که در دور اعتبارنامه را برای شخص این که نامزدان پیشتاز بودن و توافق بله. کردن اجازه بدین توافق سیاسی حکومت آقای شاداب شما به ما اجازه بدین توافق از یا قبل از این گفتم در توافقنامه از اینا گفته که شخص اول یا شخص برنده رئیس جمهور و شخص دوم شخص بازنده رئیس اجرایی است. بله اما شما چیکار کردید رئیس اجرایی اعلان بکنید؟ نکردیم. کی میگه خب که همین حرف آقای نورستانی بود. به هیچ وجه شما کلپای تا رو ببینید آقای نورستانی تبریکی گفته. در کجا قانون گفته که رئیس کمیسیون نمیتونه به کس تبریکی بگه؟ خب اجازه بدین. اجازه بدین. ماده 50 را جناب ناطقی صاحب به او استناد کردن، ماده 50 را
و میگن که خارج میدان اینا میبرن. ما مطابق با ماده 156 اداره و نظارت هر نوع انتخابات از صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است. وانچ که حرفای آقای شرق بچه؟ اجازه بتین ما میایم. دو نقطه دیگه هم از آقای ناطقی ماده ما میایم. شما با ما اجازه بتین. کتاتر که وقت مسئله اینا تقسیم و مسئله خب اینا دو نفر هستن جمع شما 2.5 ما یک نفر هستم. اجازه بتین. من تنها سوال میکنم. اجازه بتین با ما. کم با ما وقت زیاد بتین. اینا آمدن راجع به کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی گفتن دقیقاً رئیس جمهور با در نظر داشت ماده 60 قانون اساسی کمیسیون را ایجاد کرد. اونجا پس به فقره چندش از ذهنم رفته، پس این مسئله را نقص میکنه به این معنا که در خانه یک آدم بچه تولد میشه نامش فاطمه بانه. در اموری که قانون نباشه کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی قانون تشکیل و صلاحیت ها را اینا نام بردن. خود کمیسیون تشکیل و صلاحیت های و قانون تشکیل و صلاحیت ها را نقص کرد. نقص حمد قانون مطابق به ماده 300 چند قانون جزا هر شخصی که حمدن قانون نقص میکنه 6 ماه تا 3 سال باید حبس شود. دقیقاً آنچه که اجازه بدید آقای و مسئله کمیته اجازه بدید مطابق کمیته گزینش اینا سرش بحث کردم. کمیته گزینش مطابق با ماده 79 قانون اساسی حالا دیگه بحث بعد الموت است. فرمان رئیس جمهور از دو شورای ملی از دو مجلسش رد شده، کمیته گزینش دیگه رفته برباد رفته. اما چند روز بعد ممکن است که رئیس جمهور دوباره فرمان صادر بکنه. اجازه بدین ماده 79 سرانه داره که از نماینده مردم است. اجازه بدین اجازه بدین این به این معناست که من از خانه شما یک چیز ضرورت دارم، شما او را به من نمیدین، وقتی که شما روسی میرین من میام از خانه تان دوزی میکنم. ماده 79 صراحت داره که رئیس جمهور در جریان تعطیلات شورای ملی در مسائل حاد میتونه فرمان صادر بکنه بعد از اینکه تعطیلات انتخابات کرده. مسائل اجازه بدین دو سال است که مسئله داغ است برادر. رخصتی تابستانی را فرمان داد، فرمانش هم نماینده های ملت نگفت. آمدیم به سخنهای جناب آقای شیوا، اینا گفتن که ما ترجمان بودم با اتحادیه اروپا و گزارش اتحادیه اروپا گزارش اتحادیه اروپا که جناب ایشان هم با اونا ترجمان بودن، یاد هتل سیرینا بود، پتلون دجانش بود، نیکر دجانش بود، پتلون نه گزارش نشان میدادن از بدخشان یا از کانتیننتال گزارش میدادن از خوست و از پکتیا. هیچ از یک کارمندای اتحادیه اروپا دست به نوبت اون صحبت کنین. من باز تحریم میکنم مگر اعضای اتحادیه اروپا که در داخل اجازه بدین اجازه بدین اجازه بدین اجازه بدین من خودم هم اونجا بودم در داخل هنگرها. اجازه بدین از اتحادیه اروپا مشت افراد بی سواد این جمعین که متاسفانه اونا از شرایط افغانستان کسیش با لپتاپ خود مصروف بود، کسیش در فیسبوک. اما شما رو یک دستاورد میدادین میگین ناظرین جهانی آمد. ناظرین جهانی آمد. چرا ناظرین جهانی؟ اون کسایی را که میگن در هتل سیرینا کت نیکر پتلون بود، اون امور شما دستاورد دادن میدن. کاملا. خب حالا چرا دیگه اونا به نحو توهین اجازه بدین برشن؟ اجازه بدین. اونا از جمله 8 میلیون رای تونستن 800 هزار رای باطل کنن. زیادتر نی؟ و مسئله آقای مرخی، مسئله دکتر صاحب لودین و دکتر صاحب نجفی را گفتن. جناب دکتر صاحب لودین مغفرت کرده، خداوند مغفرتشان کنه، فوت کردن. شخصیت آقای لودین فراتر از بحث ماست. زمانی که آقای لودین برای ریاست جمهوری مطرح شده بودن دقیقاً در مورد انتخابات 93 اجازه بدید بس بکنم. همچنان از آقای نجفی فرصت کم، همچنان آقای نجفی شخصیتش بالاتر از بحث ماست، نمیخوام سر این بحث بکنم. آمدن اینا گفتن که ما آقای مرخی را دوز با پشتاره گرفتیم. آقای مرخی حالا کارمند کمیسیون انتخابات است و ما سخنگوی شخصی آقای مرخی هم نیستیم. اما امروز دقیقاً ما بیاد دارم که با آقای مرخی فحشا گفته شد در سایتی که رای مربوط به ستاد از اینا بود، اینه در سایت علاگل مجاهد. اینا گفتن که ما مرخی را دوز با پشتاره گرفتیم. میروانی آقای مرخی یک فرد عادی است، نه مسئولیت قضایی داره، نه هم شما در تلویزیون شما بود فکر کنم بس کرد. چالش کردن که هر کس در هر محکمه بالای میدان میکنه دوگاه از دامه ایدام برند علیش در محکمه دعا باز کنن. تشکر. و بحث این که 200 هزار مرد 600 هزار زن در یکی از ولایت اجازه افغانستان کی سایر آورده؟ کمیسیون مستقل انتخابات اجازه بدین کی سایر آورده که رای از او بالاتر از زنایشان از تعداد زنایشان است؟ کسی سایر دقیق خود صدار؟ خب ما از ولایت افغانستان هم نمیبریم. اجازه بدید تمام ولایت افغانستان ما باید عقدهی که امروز ما در یک ستاد کار کردیم برای ما چیز نرسید، عقدهی باید با ادرسا صحبت نکنیم. ما از امیال میگم 9 تن از اعضای کمیسیون به شمول آقای مرخیل
هر کدامشان که مجرم هستن مطابق با ماده 13 اجازه بدید مطابق با ماده 13 و 25 قانون تشکیل صلاحیت ها برن به طرف محکمه و کمیسیون رکینا ازش نام بردن کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که من نام مستارش کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی اونا هستن انتقام جویان سیاسی انتخاباتی هستن اونا ماده 14 و 26 قانون تشکیل صلاحیت ها را نقض کردن بله و علیه شما جبهه گرفتن کاملا تشکر آقای شرق حالا باید چی شود در 24 میزان سال آینده باید انتخابات با همین مسئولان برگزار شود و آقای عبدالله و آقای غنی هم بپذیره و جور بین کمیسیون مستقل انتخابات ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایه یا نه کسان دیگر باید بیان گردانندگی بکنن انتخابات را و مطابق به قانون آنچه که ادعای کمیسیون مستقل انتخابات است که اگر ما مجرم هستیم ببرننشان به دادگاه و اگر نیستن مجرم دیگه چرا اساسا چند نکته میخوام پیش از پاسخ به این سوال شما مطرح بکنم که نقد من از ریاست اجرایی مفهوم وظیفه طلبی و محرومیت از وظیفه نیست الحمدلله یک کاروبار بسیار آبرومندانه دارم که از دکتر عبدالله قدم در میان مردم هستم و دوست دارم با اعتماد کار بکنم این مشکلی شخصی من ندارم با دکتر عبدالله بس این که ما میگیم دکتر عبدالله مورد نقد ماست است که دزدان با پشتاره را نتونست پشت میله های زندان بکشانه و از موقفش دفاع بسیار محکم بکنه 2 میلیون سندی که وجود داشت در ستاد انتخاباتی ویدیویی که آقای عمرخیل دستگیر شد در موتر صندوق ها را در یک وقت نامشخص انتقال میداد جای دیگر و خودی موضع‌گیری های کمیسیون انتخابات همه دلایل کافی و شافی بود برای اینکه ما بتونیم کسانی که آرای مردم را تقلب کردن زیر پا کردن محاکمه بکنیم نکته دیگر ای که امی کمیسیون مستقل انتخابات بعد از اینکه آقای نورستانی به قولی از یا مبارک گفت ریاست اجرایی را به دکتر عبدالله و ریاست جمهوری را به آقای اشرف غنی چرا یک هفته بعد لوح نتیجه داد به آقای اشرف غنی بفرمایید آقای ابراهیم زید چرا امیر شما پاسخ بدین امیر لوحتون را کجا داد چرا یک هفته بعد شما سرتیفیکیت اجازه بدید سرتیفیکیت چیزی نیست که در ورق آقای نورستانی انتخابات اجازه بده لوح یا سرتیفیکیت دادن یا اعتبار نامه دادن یکی از صلاحیت ها و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات است که برای رئیس جمهور بده در صورتی که رئیس جمهور اعتبار نامه نداشته باشه رئیس جمهور شناخته نمیشه نتیجه امروز اعلام میشه اعتبار نامه یک هفته بعد اجازه میشه خب در کجا قانون گفته که همزمان با نتیجه اعلان نتیجه است اعتبار نامه باید باشه اساسا جناب ابراهیم زئی تمام مصیبتی که به مردم افغانستان شما خلق کردین والا هدفم با آقای نورستانی دستن در کارهای شماست در کمیسیون انتخابات تمام خیانت ملی و بی‌نظیر و استثنایی را که در تاریخ افغانستان کردید اینمی مجموعه شما بود که آرای پاک مردم افغانستان را به فرمایش اینکه گوسپندا را در فلان جا چاق بکنید و پایین بکنید و صدایتون بلند میشه از ستاد انتخاباتیتون این خیانت ملی را کمیسیون نامستقل انتخابات کرده حالا اینکه آقای غنی فعلا رئیس جمهور است و آقای دکتر عبدالله رئیس اجرایی است مسئله سلامت دموکراسی به مردم افغانستان بسیار مهم است که متاسفانه این پیکر نازنین مردم سالاری را شما زخمی کردین از نوعی نگاه شما به عنوان مشاور کمیسیون انتخابات به ناظرین اتحادیه اروپا پیداست که کسانی را که در چندین کشور تجربه کار در انتخابات داشتن شما اونا رو بی‌سواد خطاب میکنید در داخل هنگرها سیستم تفتیش و عادی تا اونا به صورت بسیار استاندارد و علمیش به مردم آموزش میدادن تا انتخابات افغانستان آسیب شناسی شود او اتحادیه اروپا واقعا تمام بلاها و ریگهای کفش شما را بلند میکرد که نگذاشتن این گزارش فراگیر شد و همه گی در جریان باشه نکته دیگری که من میخوام بگم که چرا حالا فعلا اوضاع بحرانی شده ریاست اجرایی در پیوند به پرسش شما ریاست اجرایی اول یک نکته هم به جناب ناطقی بگم که درست است توافق نامه سیاسی شکل گرفته حکومت وحدت ملی آمده میان رهبران و چهره های شاخص مردم افغانستان در کادر قدرت به نام حکومت وحدت ملی است ولی اساسا باید اعتراف بکنیم که اول این حکومت چند تا خانواده است دومی که آقای دکتر عبدالله نقش بسیار منفعل در حکومت وحدت ملی در عبدما بازی کرده و هم دست با رئیس جمهور و کمیسیون است حالا نمونش مثلا 28 اسد آقای دکتر عبدالله به عنوان رئیس اجرایی یا نصف قدرت افغانستان تاریخ توزیع شناسنامه‌های الکترونیک تعیین کرد چون اقتدار و اراده لازم سیاسی نداشت و او طرف هژمون و اتوریته آقای غنی بسیار بالا این تاریخی را که تعیین کرد عملی نشد اینها به این معناست که همین موضع‌گیری امروز کمیسیون ریاست اجرایی آمد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ساخت بعد از او کمیته گزینش ساخت
مشاور کمیسیون انتخابات میگه که اینا در تضاد با بند قانون انتخابات هستن و بالاخره یک کمیسیونی در کمیسیون هستن. فعلا آقای نورستانی هیچ کس بر رسمیت نمیشناسن و آمده موضع خودش اعلان میکنه به این معنی که دکتر عبدالله عبدالله و تمام رهبرانی که میلیون ها رای را بردن به زانوی آقای غنی ریختن و متاسفانه معامله کردن، دفاع نکردن، اینا حضور سیاسی ندارن. اما میخوام بگم مردم افغانستان یک راه حل دارن که شما پرسان کردین. با باور ما، ما باید جامعه جهانی را پایشان را در امر اصلاحات و ریفورم انتخاباتی و برگزاری یک انتخابات شفاف بکشانیم. اگر قرار باشه که امین عینک آقای غنی و دکتر عبدالله و امین چهره هایی که با پشتاره دستگیر شدن حالا با دیده درایی تمام همه این مردم افغانستان را دست خطاب میکنن، میگن ما تقلب نکردیم، امین ها برگزار کنند انتخابات باشن، دوباره دموکراسی زخمی میشه و متاسفانه باید تابوتش انتقال بدیم و جنازه شو باید بخواد. سپاسگزارم. آقای ناطقی، رای حل چیست و چگونه میشه که انتخابات سال آینده نسبتا شفاف برگزار شوند؟ رای حل خیلی ساده است. رای حل در چارچوب یعنی نظام حکومت که الان اعلام شده، خود کمیسیون هم اعلام کردن که حکومت وحدت ملی را و درست توافق شد، توافق سیاسی شد، چون بحران پیش آمد و راه حل بحران همین شد که هر دو تیم در حکومت شریک باشه و نام اون ترکیب را یا اون حکومت را ما گذاشتیم حکومت وحدت ملی و کمیسیون هم اعلام کردن حکومت. الان کمیسیون هم موظف در چارچوب اینمی مقررات حکومت وحدت ملی بازی بکنه، کار بکنه، بازی حالا کار بکنه. اینا رفته خارج از این مسئله یک چیزای دیگر شروع کرده. الان رای حل خیلی ساده است. مردم افغانستان، رهبران سیاسی، رهبران حکومت وحدت ملی همه تعهد داده که در چارچوب اینمی ساختار کارا رو پیش ببره. هر کار خارج از این ساختار عملی نیست. در این ساختار آمده، در این چارچوب آمده کمیسیون خاص اصلاح انتخاباتی. این فرمان رئیس جمهور هم داره، این سند هم در اینجا هست و اشارات قانون اساسی شما اینا کردن که ما خبر نداشتم که حتی در قانون اساسی هم این کمیسیون خاص اصلاح انتخاباتی ذکر شده. به هر ترتیب کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی بالاخره با مبنای قانونی خود ایجاد شده که ما اون سند گفتیم که ماده هفتم سند همین مسئله رو میگه، میگه که انتخابات باید در انتخابات اصلاحات بیه. اگر اصلاحات نه باز ما بحران رو تکرار میکنیم. آقای ناطقی، نگرانی مردم از کجا هست که مبادا چند نفر از آقای غنی، چند نفر از آقای عبدالله باز دوباره برن در کمیسیون مستقل انتخابات جا بگیرن که یک بحران دیگر رو بیارن به این کشور. حالا که چند نفر از تو کامیاب شده در انتخابات، چند نفر از ما کامیاب شده، 100 نفر از تو بره 100 نفر از ما، مثل از اینکه ولایت ها و وزارت ها رو اینا بین خود تقسیم کردن. فکر نمیکنین که این عذر بهتر از گناه میشه برای این مردم دیگه؟ حرف شما درست است. حکومت وحدت ملی یکی از پایه های اساسیش هم اینه که هر دو تیم روی افراد توافق بکنه. خب اما این دو نفر دیگه همه چیز حالا بین خود تقسیم میکنن. دو تا تیم جفاز برای حق مردم. نه، دو تا تیم باید برای توافق بکنه. یا آمده دیگه شما الان افراد رو از مریخ از جای دیگه آورده نمیتونید که کار دیگر شروع کنه. یک حکومت وحدت ملی جور شده و هر دو تیم در اونجا شرکت کرده، دو تا تیمی پشتاست که البته اونجا برد و باخت هیچ مطرح نیست. اگه برد و باخت باشه خون یک تیم باخته دیگه، مسئله برد و برد اونجا تعبیرش مطرح نیست. دو تا تیم پیشتاز آمده یک حکومت وحدت ملی رو ایجاد کرده، بنابراین این حکومت وحدت ملی سازکار داره در مورد انتخابات. بنابراین رای نجات شما گفتین چیه؟ رای نجات اینه که دقیقاً حکومت وحدت ملی از اون سازکارهایی که برای انتخابات در این طرح خود داره نباید عدل بکنه. خارج از این طرح خود نباید بازی بکنه. خارج از این چوکات و از این مکانیزم کار رو به جایی نمیرسونه. اشکال ما با آقای نورستانی و با کمیسیون ها امینه که اینا آمده خارج از این سازوکارها آمده یک کار دیگر را انداخته. او عملی نیست، او موجه هم نیست، عملی هم نیست و قابل قبول هم نیست. بنابراین راه حل اینه که در چارچوب اینمی سازوکارهایی که شده ما باید انتخابات بعدی را که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی هست ما باید در چارچوب همین مقررات ایجاد بکنیم. اصلاحات باید بیه. بدون اصلاحات واقعا نمیشه انتخابات شما برگزار بکنید. مردم اعتماد را از دست دادن. حتی همین نام همین افراد و اشخاص را الان ما نمیگیم اینا گناه کردن یا نکردن، شاید تقصیر سیاست مدارا بوده. ذکر نام اینها در بین مردم باعث به اصطلاح پریشانی مردم و فرار مردم میشه. تشکر. آقای ابراهیم زهیر، سوال اساسی اینجا هست که شما با جمع از حکومت حالا مشکل دارین یا مشکل دارن حکومت با شما، یا با ریاست اجرایه مشکل دارین یا ریاست اجرایه با شما مشکل داره؟ با
جناب ناطقی صاحب خیلی کوتاه شرکت یکی در قانون اساسی ما قبلا گفتم کمیسیون اصلاح انتخاباتی نامده، بلکه برای رئیس جمهور صلاحیت داده که در بعضی موارد میتونه کمیسیون ها را ایجاد بکنه، درست؟ یک موضوع. اما بند دیگه از یک کمیسیونی که ایجاد میشه در چارچوب قانون باید ای که گذشته از اینکه چقدر مشکلات تکنیکی رو مد نظر نگرفت، وقتتان کم است، نمیتونم روی ازو بحث بکنم. ما بارها هم 13 نفر چالش کرده بودم در بحث تکنیکی، اما متاسفانه حاضر نشده. خود از اینا ماده 14 و 26 قانون تشکیل و صلاحیت ها را نقض کرده. مطابق با قانون جزا 6 ماه تا 3 سال. اینی خود از اینا منظور تا از آقای غنی و آقای عبدالله است. همین کمیسیون خب به فرمان آقای غنی بالکل کار میکنه. من شما میگم یعنی آقای غنی نقض کرده ماده چند؟ خب به فرمان رئیس جمهور، به فرمان رئیس جمهور ماده 60 قانون اساسی به رئیس جمهور صلاحیت داده که میدونه کمیسیون ایجاد بکنه. پس بند دیگه گفته که کمیسیونی که ایجاد میشه در چوکات قانون باید اجرای وظیفه کنه. خود کمیسیون آهسته آهسته بعض موارد طرحایشان در خلاف قانون اساسی است و گذشته از اینکه اینا صلاحیت تعدیل یعنی پیشنهاد تعدیل در قانون تشکیل و صلاحیت ها را ندارن، که ماده 14 و 26 قانون تشکیل صلاحیت ها را نقض کردن. و مسئله دیگه ای که دوستا به او اشاره کردن، ماده 156 رسمیت آقای نورستانی، آقای نورستانی شخص است و فعلا در یک جایگاه شخصیت حقوقی که در رأس کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد. ریاست اجرایی آقای نورستانی را نمیخواد و شما با ریاست جمهوری افغانستان مشکل ندارین. حرف واضح همین است برای مردم دیگه. اجازه بدید این تو نیست. خب اگر نه صلاحیت سعی کنین مطابق با قانون در چارچوب قانون، نه ریاست اجرایی صلاحیت پذیره داره که رئیس جمهور آقای نورستانی را برکنار کنه و نه رئیس جمهور. و اگر برکنار کردن خلاف قانون اساسی است، کاملا یک راه قانونی اگر نباشه خلاف قانون نمیتونه برکنار کنه. بله، چون اساس حکومت وحدت ملی که بارها سرش و که اینا خارج از چارچوب هستن، خارج از چارچوب نیستیم، ما در داخل چوکات قانون اساسی، بند اول توافقنامه سیاسی مطابق با گفته رعایت قانون اساسی، ما در مطابقت با قانون اساسی شما میبینید که معاون دوم رئیس جمهور چند روز پیش اعلام کردن خواستار جامعه بین المللی، خواست شورای ملی برگزاری انتخابات بود و اونا از لحاظ چون مسئله لوجستیکی و امنیتی مسئولیت حکومت هستن، معاون دوم رئیس جمهور تابستان و خزان را تارگت دادن به اساس متقوم اعلان کردیم ان شاء الله انتخابات برگزار خواهد شد. رای حل چی است و چگونه میشه که قناعت مردم حاصل شود در انتخابات پیشرو؟ و این مهم نیست که ریاست جمهوری ناراض میشه یا ریاست اجرایی ناراض میشه، مهم رضایت مردم افغانستان است. اساسا ریاست اجرایی و ریاست جمهوری بحث مشروعیت نظام یا مبانی شکلگیری حکومت را به لحاظ شهروند سالاری که مو انتخابات شفاف و سالم است به عنوان یک اولویت در نظر بگیرند. به نظر من راه حلی است که اول حکومت بنام وحدت ملی که حالا حکومت خیانت ملی هم هست، چون اینجا مشروعیت مطرح نیست، باید بازسازی اعتماد ملی میان مردم بکنند. در قدم اول از آقای نورستانی تا هر کسی که در تقلب گسترده صحیح مثلا اینا باید برن پاسخ خود بتن پشت میله های زندان با پشتاره های کلانی که به دست آمدن و گوسفندایی که چاق کردن، یک بار مردم ببینن که کسی که تخطی از قانون میکنه سرنوشتش سلول های تاریک زندان هست. این در واقع اعتماد سازی میشه. بحث دیگر این که ظرفیت حکومت وحدت ملی در ابدما نشان داده که توانایی برگزاری یک انتخابات سالم را نداره. ما به عنوان یک شهروندی که آشنا هستم با ظرفیت های کلان انتخاباتی ممالک دیگر، باور دارم که جامعه جهانی که چون هزینه برگزاری انتخابات را میته، به عنوان یک بخشی از کادر اجرایی کمیسیون باید مانند دور اول انتخابات پادرمیان باشه، با شفافیت و حسابدهی پروسه ملی و مردم سالاری در افغانستان مدیریت و نظارت چه. اگر قرار باشه همون طوری که شما در پرسشان مطرح کردین که یک مجموعه از آقای سبی دکتر عبدالله و یک مجموعه از آقای غنی بیان، باز این مجموعه هم یک مجموعه مجلس نمایندگان هم مثل وزارتخانه بین خود نصف بکنن. بحران انتخابات تکرار میشه، بحران انتخابات تکرار میشه و بعد از دید من راه حل اساسی است که رهبران حکومت وحدت ملی در ابدا نتونستن کنار هم بیان من کار بکنن. راه حل انتخابات زود هنگام است با نظارت جامعه جهانی و رفتن به طرف یک مشروعیت سیاسی اقتدار مردمی در افغانستان. سپاسگزارم آقای شرق. خیلی کوتاه، کاملا با آقای شرق موافق هستم. در صورتی که ثابت میشه کسانی که خیانت کردن برن به طرف میله های زندان، و اگر ثابت نمیشه ما مثل آقای شرق هر کسی که ادعای ناق کرده از اونا باید معذرت بخونه. یادی تشکر آقای ابراهیم زای، آقای شرق و آقای نطقی از حضورتان در بازنگاه. تشکر از شما بیننده ها که این برنامه را دنبال کردین. تا فرصت دیگر خدا نگهدار.